سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما رسید به سومین مشتق از مباحث اسم، چه یکی از تقسیمات اسم تقسیم اسم به جامد و مشتق بود. مشتقات 8 قسمش رو در اینجا بیان می‌فرمایند. چه ما در دو جلسه قبلی، جلسات قبلی، اسم فاعل رو گفتیم و اسم مفعول، الان رسیدیم به سومین مشتق، چه صفت مشبه است. صفت مشبه مثل مباحث قبلی یه تعریفی داره، یه اصلی داره که از چه فعلی ساخته میشه و همینطور وزن و صیغه هاش که آیا وزنش سماییه یا قیاسیه، یا در بعضی جاها سماییه یا بعضی جاها و بعضی جاها قیاسیه. ما تا به حال اسم فاعل و اسم مفعول چه خوندیم، خوشبختانه هم اسم فاعل و هم اسم مفعول در ثلاثی مجرد و غیر ثلاثی مجرد، که ثلاثی مزید و رباعی چه مجرد چه مزید باشه، قیاسی بودند. یعنی تمام وزنهای اینا قیاسی است و سمایی نیست. در صفت مشبه هم اکثر، همه اینجوری نیست که همه وزنهاش قیاسی باشه، اما اکثر اوزان صفت مشبه هم قیاسی است، البته سمایی هم داره. اول صفت مشبه رو تعریف میکنیم. میفرمایند که صفت مشبه هر اون چیزی است و هر آن مشتقی است که دلالت میکنه بر یه صفتی و صاحب اون صفت. صاحب اون صفت در واقع اون ذاتی است که اون صفت رو داره. مثلا ما میگیم حسن خودش صفت مشبه است، یعنی انسان زیبا. این دلالت میکنه، یا چیز زیبا دلالت میکنه بر یه صفت حسن و صفت زیبایی، و صاحب اون صفت و صاحب اون زیبایی چه انسان باشه یا یه چیز دیگه باشه. پس صفت مشبه هر آن چیزی است که دلالت میکنه اولا بر یه صفتی و صاحب اون صفت. منتها فرقی چه با اسم فاعل و اسم مفعول داره اینه که اسم فاعل و اسم مفعول لسانش لسان حدوث بود، یعنی دلالت میکرد بر چیزی چه واقع، یعنی حدوثش و این چه قبلن واقع نشده بوده بعدن اتفاق افتاده، این لسان رو داره. وقتی میگه زیدون زاربون، یعنی زید الان زننده هست، یعنی الان میزنه، در واقع یعنی قبلن زننده نبوده. یا زید در آینده خواهد زد، که زیدون زاربون قدن در آینده خواهد زد، یعنی الان زارب نیست. اما صفت مشبهه و هر چیزی که صفت مشبهه باشه لسانش ثبوته، یعنی اینجوری حدوث دلالت بر حدوث نداره. ما بهش میگیم مثلا میگیم حسن به معنای زیبا. ببینید زیبا نمیگیم زیبا میشه یا زیبا خواهد شد که لسان حدوث داشته باشه. ما میگیم زیبا مطلقه، یعنی یه چیز ثبوته. فلذا صفت مشبهه فرقش با اسم فاعل و اسم مفعول در همین ثبوت و حدوثه، چه صفت مشبه ثبوتیه و اسم فاعل و اسم مفعول حدوثیه. نکته دیگری که در اینجا ملاحظه بفرمایید، فرق صفت مشبه با اسم فاعل و اسم مفعول. ما در اسم مفعول، اسم فاعل عرض کردیم که اسم فاعل صفتی است که دلالت می‌کند بر چیزی یا کسی چه کار از او صادر شده. اسم مفعول رو گفتیم دلالت بر کسی یا چیزی میکنه که کار بر روی او واقع شده، نه از او صادر شده، از کس دیگه چه فاعلش باشه صادر شده، بر روی این واقع شده، چه بهش میگیم اسم مفعول. در صفت مشبهه ببینید در چتاب وقت چه تعریف میکنه صفت مشبهه رو، نمیگه صفت مشبهه دلالت بر چیزی میکنه که کاری از او صادر شده ثبوتن، یا کاری بر روی او واقع شده ثبوتن. اشاره نمی کنه که صفت مشبه دلالت می کنه بر کننده کار یا کسی چه کار بر روی او واقع شده. این دلیلش، یکی از دلیلاش اینه که صفت مشبه اینجوری نیست که همیشه دلالت کنه بر کننده کار یا
دلالت کنه بر کسی چه کار بر روی او واقع شده. صفت مشبه از این جهت مطلقه، یعنی بعضی وقتا صفت مشبه دلالت میکنه بر کسی چه صفت بر به وسیله او قائم شده نظیر اسم فاعل، منتها حدوثی نیست مثل اسم فاعل، این ثبوتیه. بعضی وقتا دلالت میکنه بر چیزی چه بر یک ذاتی چه صفتی یا یک کاری بر روی او واقع شده، چه این هم به شبیه یعنی اسم مفعول از این جهت، منتها اینم ثبوتی لسان حدوث نداره. فلذا چون که صفت مشبه هم به معنای فاعل بعضی وقتا میاد که خیلی وقتا اینطوریه، و بعضی وقتا به معنای مفعول یعنی اسم مفعول میاد که این کمه اما هست، فلذا نگفت که صفت مشبه چیزی است که دلالت میکنه بر کسی چه کار از او صادر شده یا بر روی او صادر شده، چون که صفت مشبهه هر دوتا هست، یعنی هر دو مورد در صفت مشبهه هست که بعضی وقتا اینه بعضی وقتا اینه. گرچه به معنای اسم فاعل بودن زیاده و به معنای اسم مفعول بودن کمه، اما بالاخره هر دو هست. فلذا اینجوری تعریف فرمودن صفت مشبهه هر آن چیزی است که دلالت بکنه بر یه صفت و صاحب اون صفت، حالا صاحب اون صفت به معنای اسم فاعل باشه، کننده کار باشه، یا کار بر روی او واقع شده باشه چه به معنای اسم مفعول باشه، اینجاش مهم نیست. در هر حال صفت مشبهه یه مشتقی است و یه چیزی است که دلالت میکنه بر یه صفتی و صاحب اون صفت، متصف به اون صفت، اون ذاتی چه صفت با او قائم شده، منتها به معنای ثبوت نه به معنای حدوث. این تعریف صفت مشبه. البته عرض کردم به معنای اسم فاعل باشه زیاده، مثلا کریم آدم بخشنده، این به معنای اسم فاعله، شجاع به معنای اسم فاعله، بعضی وقتا به معنای اسم مفعول میاد مثل قتیل به معنای مقتول کشته شده، علیل به معنای معلول مریض، اینها به معنای اسم مفعوله، منتها غالبا به معنای اسم فاعله. این نکته اول. نکته دوم، اصل صفت مشبه از فعل لازمه، یعنی اصلش عبارت است از فعل لازم، یعنی صفت مشبه از فعل لازم گرفته میشه برخلاف اسم مفعول. یادتون باشه ما گفتیم اسم مفعول اگه بخواد یه فعلی اسم مفعول ازش بسازیم حتما باید اول متعدی باشه تا مجهول کنیم بعد از او اسم مفعول درست کنیم، منتها صفت مشبه برعکسه، یعنی ما اگه بخوایم از یه فعلی صفت مشبه درست کنیم از فعلهای لازم درست میکنیم نه از فعلهای متعدی. اگه احیانا بخوایم از افعال متعدی هم صفت مشبه درست کنیم باید اینها رو نقل کنیم به لازم. دوستان دقت کنند، پس دقیقاً برعکس اسم مفعوله، یعنی ما از یه فعلی مثلا از ذهبه ای که لازم بود میخواستیم اسم مفعول درست کنیم، به ما میگفتن اول این ذهبه رو با حرف جر متعدی کن، بعد از اینکه متعدی کردی مجهول کن، از این مجهول اسم مفعول درست کن. اما در صفت مشبهه برعکسه، در صفت مشبهه میگه از فعل لازم گرفته میشه. اگه هم خواستی صفت مشبهه رو از یه فعل متعدی بگیری باید متعدی رو ببری لازمش کنی، بعد از اون لازم صفت مشبهه رو اخذ کنی. پس در اونجا در اسم مفعول فعل لازم رو باید متعدیش می کردیم تا مجهول می شد و اسم مفعول ازش درست می شد. اینجا میگه فعل متعدی رو لازم کن، تبدیل کن به فعل لازم، بعد از فعل لازم صفت مشبه اخذ کن. البته کیفیت لازم کردن فعل متعدی راه های متعددی داره. یکی از راهاش اینه که این فعل متعدی رو بر وزن فعله ببریم، چه البته در کتاب‌های نحوی میتونید مراجعه بفرمایید. مثلا اکل به معنای خورد متعدیه، اگه بخوایم ازش صفت مشبهه درست کنیم که باید لازم باشه، اول اکل رو میبریم به باب فعله، یعنی بر وزن فعله میشه اکله، اکله یعنی پرخور شد، تبدیل. حالا ما نمیخوایم بگیم چه چیز را پرخور شد یا چه چیز را زیاد خورد، کلا ما میگیم پرخور شد، این تبدیل میشه به یه فعل لازم که از او صفت مشبهه درست میشه.
فلذا بس دوستان دقت بفرمایند که صفت مشبهه از فعل لازم گرفته میشه. اگه هم از فعل متعدی بخوام صفت مشبهه رو درست کنیم، باید نقل کنیم به لازم، بعد از اون فعل لازم صفت مشبهه رو بگیریم. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که خدمتتون عرض کنم در مورد وزن صفت مشبهه است. وزن صفت مشبهه مثل بقیه مشتقات که تا به حال خوندیم، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، حتی مثل مصدر میمی که ما بحث ثلاثی مجرد رو از غیر ثلاثی مجرد جدا میکردیم، در اینجا هم همینطوره. وزن صفت مشبهه یه وقت در ثلاثی مجرد ما بحث کنیم، یه وقت در غیر ثلاثی مجرد که ثلاثی مزید باشه، رباعی مجرد باشه یا رباعی مزید باشه. در ثلاثی مجرد دو قسم افعال، یعنی افعالی که از ثلاثی مجردند دو قسم تقسیم یعنی میکنیم به دو قسم. اون افعالی که از ثلاثی مجردند دال یعنی دلالت کننده هستند، خود دال به معنای اسم فاعل، دالل بر وزن فاعل ادغام شده شده دال، دال بر عیب یا رنج یا زینت بکنه، یعنی ما یه فعلهایی از ثلاثی مجرد داشته باشیم که دلالت کنه بر عیب، یه چیزی که عیب مثل کوری، مثل کری، عیب ظاهری حالا، یا دلالت کنه بر رنج مثل قرمزی، قرمز، آبی، سرخ، سفید، یه چیزی که دلالت بر رنگ بکنه، یا یه چیزی که دلالت بر زینت و جمال بکنه. در این سه صورت، یعنی اون فعل‌های ثلاثی مجردی که بر عیب دلالت می‌کنه یا بر رنگ دلالت می‌کنه یا بر زینت دلالت می‌کنه، صفت مشبهه در اینها وزنش قیاسی است، وزنش بر وزن افعله. مثلا عویره به معنای کور شد که یه فعلی است از ثلاثی مجرد دال بر عیبه، این صفت مشبهش میشه اعور بر وزن افعل. یا عرض به خدمت سمه میشه اسم به معنای چر، یا به معنای بکمه به معنای گنگ، آدم لال شد، صفت مشبهش میشه ابکم یعنی به معنای انسان لال. پس دقت بفرمایید، در ثلاثی مجرد اگه دلالت بر عیب بکنه یا دلالت بر رنگ بکنه، مثلا حموره به معنای سرخ شد میشه احمر یعنی سرخ، یا ابیض، سفید، اسود، سیاه، اسور، زرد، اخضر، سبز و الی آخر. پس در ثلاثی مجردی که دلالت کنه اون فعل ثلاثی مجرد بر عیب یا رنج یا زینت، صفت مشبهه بر وزن افعل میاد و مؤنثش هم بر وزن فعلا میاد، آخرش الف ممدوده، مثل احمر، حمرا، صفت مشبهه برای مؤنث حمرا، برای مذکر احمر، یا عیب اعور برای مذکر، عورا برای مؤنث، یا زینت مثل ازهر یعنی درخشنده، یه زینته، مؤنثش میاد زهرا یعنی زهرا هم مؤنثه یعنی درخشنده. پس در ثلاثی مجرد این قسمتش قیاسی است بر وزن افعله و مؤنثش هم بر وزن فعلا میاد. اما در ثلاثی مجرد غیر این موارد، یعنی فعلی از ثلاثی مجرد باشه اما بر عیب و رنگ و زینت دلالت نکنه، در اینجا یه وزن خاصی نداره. وزن خاصی نداره یعنی وزن قیاسی نداره. وزن اینها سماعی است، باید از کلام عرب، از لغتنامه ها و از استعمالات عربی اینها رو پیدا کنیم. پس دوستان دقت فرمودن، وزن صفت مشبهه در ثلاثی مجرد یه قسمتش قیاسیه، یه قسمتش سماعیه. فعل های ثلاثی مجردی که دال بر عیبه، دال بر رنگه، دال بر زینت، این سه مورد صفت مشبهاش بر وزن افعل میاد، مؤنثش بر وزن فعلا میاد، کما اینکه ضمش هم بر وزن فعل میاد. مثلا احمر به معنای سرخ در مذکر استفاده میشه، حمرا به همون معنا در مؤنث استفاده میشه،
حمر هم جمع احمره و همینطور جمع همراست. فلذا در سوره بقره چه میگیم؟ سمون بکمون عمیون. این سم جمع اسمه، چه صفت مشبه است بر وزن افعل. بکمون جمع ابکمه، چه صفت مشبه است بر وزن افعل. عمیون جمع اعماست، چه صفت مشبه است بر وزن افعل. در غیر این سه مورد که اگه ثلاثی مجرد باشه بر عیب و رنگ و زینت دلالت نکنه، اون وقت دیگه سماعیه، باید از طریق سما پیگیری کنیم و اینها رو پیدا کنیم. اما در غیر ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید، وزن صفت مشبهه بر همین وزن اسم فاعلشه. یعنی مثلا اسم فاعل میگفتیم که از مضارع معلوم به جای حرف مضارع میم مضموم میاریم و ما قبل آخر رو مکسور میکنیم. دقیقا در غیر ثلاثی مجرد به همون وزن میاد، منتها فرقش با اسم فاعل چیه؟ یعنی اسم فاعل با صفت مشبهه در غیر ثلاثی مجرد هم وزن شد. از کجا تشخیص بدیم؟ فرق معنوی اینا چیه؟ فرق معنوی اینا در همین ثبوت و حدوثه. یعنی اگه شما مثلا به معنای چیزی که بر ظاهر به معنای اسم فاعله، مثل مستخرج، مثل معلم، مثل معتدل، مثل مستقیم عنایت فرمودید و دیدید، فوری نبایستی بگیم یا اسم مثلا بگیم اسم فاعله یا بگیم صفت مشبه است. اینو ببینیم، اگه معنای ثبوت ازش اراده شده اونجا اسم صفت مشبه است، اگه معنای حدوث ازش اراده شده اونجا قطعا معنای اسم فاعله. مثلا یه وقت میگیم معتدل، نمیخوایم بگیم، یه وقت میگیم معتدل، یا یه وقت میگیم مستقیم، یه وقت میگیم مستخرج، یه وقت میگیم معلم، میگیم یعنی تعلیم دهنده هست الان، یا مستخرج استخراج کننده است الان. اینجا ببینید لسان حدوث داره، اینا قطعا به معنای اسم فاعله، یعنی صیغش هم اسم فاعله. منتها اگه همونا رو ما استعمال کنیم، منتها به معنای ثبوت اراده کنیم، مستخرج نه به معنای کسی که الان استخراج میکنه، یه صفت ثابتی است برای این، یا معتدل یه صفت ثابتی رو لحاظ کنیم، یا مستقیم مثلا اهدنا الصراط المستقیم که اصلش مستقیم بوده بعد طبق اجرای قواعد الهی مستقیم شده، اینا یه حالت ثابت اراده شده نه حالت ثبوت، اونجا قطعا صفت مشبه خواهد بود. بس دوستان دقت بفرمایید، وزن صفت مشبه در غیر ثلاثی مجرد همین وزن اسم فاعلش خواهد بود. فقط باید دقت کنیم که اسم فاعل به وزن اسم فاعلی که به معنای ثبوت باشه، یعنی ما از او ثبوت قصد کنیم، و الا اگه حدوث قصد کنیم که همین اسم فاعله، ثبوت قصد کنیم میشه صفت مشبهه. این هم یک نکته. نکته بعدی در مورد صیغه های صفت مشبه است. دوستان دقت فرمودن ما در اسم فاعل و در اسم مفعولی که از متعدی به نفس ساخته میشد، ما 6 صیغه رو خوندیم و گفتیم. مثلا در مورد ضارب گفتیم ضاربون، ضاربان، ضاربونه، ضاربتون، ضاربتانه، ضارباتون. این 6 صیغه رو کیفیت ساختنش رو که صیغه اول رو از فعل میگرفتیم و صیغه های دوم و سوم و چهارم رو از صیغه اول و پنجم و ششم رو از صیغه چهارم، و کیفیت ضمایر رو هم در اسم فاعل و هم در اسم مفعول که مثل اسم فاعل بود خدمت عزیزان و دوستان عرض کردیم. در مورد صفت مشبهه به دو نکته دقت بفرمایید. در صفت مشبهه ببینید تسلیه چه داریم، مثلا حسن به معنای زیبا که صفت مشبهه از ثلاثی مجرد دال بر، یعنی اینا از وزنهای سمایی است، ما مثنا داریم حسنان، جمع داریم حسنون، جمع داریم. منتها بعضی از قسمت‌های بعضی از وزنهای صفت مشبهه مخصوصا در ثلاثی مجرد، در ثلاثی مجرد اون مؤنث به تا بسته نمیشند، یعنی مؤنثشون با تا نمیاد. مثلا همین افعل رو چه میبینید، افعل یعنی ثلاثی مجردی که دال بر عیب و رنگ و زینت باشه، چه صفت مشبهش بر وزن افعل میاد، عرض کردیم. این مثلا میخوایم یک مثال بزنیم، احمر، احمر رو صرف میکنیم، میگیم احمر و احمرانه، میبینید مثنا بستیم، احمرونه.
بعد مؤنث که میخوایم ببندیم، مؤنث این دیگه با تا نمیاد. در زارب مؤنث میگفتیم زاربون، زاربانه، زاربونه، زاربتون. در اینجا نمیگیم احمرو، احمرانه، احمرونه، احمرتون. یا حتی احمرونش که هست اینجا هم تازه اختلافیه. دقت بفرمایید، در وزن افعل در صفت مشبهه افعل صیغه یکش که قطعا و مسلمه، قطعیه و مسلمه، این یک. صیغه دو احمران که مثنای مذکر باشه قطعی و مسلمه. اما احمرون که صیغه سومه اختلافه. بعضی ها اینا رو دیگه در کتاب های نحوی انشاءالله میخونید، بعضی ها معتقدن، یعنی خیلی از علما معتقدن که افعلی که صفت مشبهه باشه با واو و نون زن بسته نمیشه، یعنی احمر، احمران مثنا بسته میشه، اما احمرون جمع با واو بسته نمیشه، جمع بسته نمیشه، فقط صفت جمع مکسر داره مثل همر. یعنی اگه بخواید بگی که احمرها در مذکر جمع ببندید، باید جمع مکسر استفاده کنید که بگی همر. اما بعضی البته اعتقاد دارن که میشه، فلذا اینا میگن احمر و احمرانه، احمرونه. غرض این که در احمر فعلا احمر صیغه اول قطعیه، احمران صیغه دوم قطعیه، احمرون قطعی نیست. خیلی از علما معتقدن که ما احمرون نداریم، فقط باید جمع مکسر استفاده کنیم که میشه همر. خیلی خوب، این وضعیت صیغه سوم که غالبا میگن احمرون نمیاد. حالا بیایم صیغه چهارم. صیغه چهارم دیگه با تا نمیاد، احمرت نمیشه. مؤنث احمر افعل گفتیم بر وزن فعلا میاد در صفت مشبهه. میگیم احمرو صیغه یک، احمران صیغه دو، همر صیغه سه، جمع مکسر میاریم. حالا جمع مذکر سالم چه احمرون رو بعضیا قبول دارند، خیلیا قبول ندارند. بعد صیغه چهار چه میاییم، میگیم همرا، نمیگیم احمرت، همرا میگیم. بعد صیغه چهارم از همین همرا رو مثنا میگیم همراوان. حالا کیفیت این که همزه تبدیل شد به واو انشاءالله در بحث مثنا خواهد اومد. در جمعش هم میگیم همراوات. بس دوستان دقت کنن، در برای مفرد مذکر میگیم احمر، برای مثنای مذکر میگیم احمران، برای جمع مذکر غالبا میگن این با واو و نون جمع مذکر بس، جمع مذکر سالم بسته نمیشه، احمرون نمیشه، میگیم همر. برای صیغه چهار که مفرد مؤنثه همرا، برای صیغه پنج که مثنای مؤنثه همین همرا رو مثنا میبندیم میشه همراوان، برای صیغه شش که جمع مؤنثه میگیم همراوات. فلذا دقت فرمودید این صرف این با صرف اسم فاعل یا اسم مفعول متفاوت شد. پس میگیم احمر و احمران، همرون که جمع مکسره انشاءالله در جمع مکسر خواهیم خوند، همرا و همراوانه، همراواتون. یا همینطور در بقیه، مثلا ابیض رو میخواییم صرف کنیم، میگیم ابیض و صیغه یک، ابیضان صیغه دو. برای جمع چون که غالبا ابیضون رو قبول ندارن بسیاری از علما، اینو میگن بویز بر وزن فول، اونم طبق قواعد علال میشه بیز. ایام بیز که میگند به همین معناست، بیز جمع ابیض یا بیزاست. این بویز یا ما قبلش زمه تبدیل میشه اون زمه به حرکه مناسب یا چه میشه بیز. بعد صیغه چهارش میشه بیزا، ید بیزا چه میگن همینه، بیزاوان و بیزاوات. پس دوستان دقت فرمودن اینم شش صیغه داره، منتها این شش صیغه این متفاوته با شش صیغه اسم فاعله. همینطور در غیر، البته غیر ثلاثی مجردی که دال بر عیب رنگ و زینت نکنه، یعنی بر وزن افعل نباشه، اینها بعضی ها مثل حسن عین اسم فاعل صیغه شش صیغه اسم فاعل داره. مثلا میگن حسنون، حسنان، حسنونه، ببینید حسنونه، حسنتون با تا هم مؤنث بسته میشه، حسنتان، حسناتون. یا جمیلون، جمیلانه، جمیلونه، جمیلتون، جمیلتانه، جمیلاتون. میبینید
عین اسم فاعل شد. اینها البته بعضی از خود اینها یعنی غیر ثلاثی مجردی که بر عیب و رنگ و زینت دلالت نمیکنه خودشون هم مؤنث ندارند که انشاءالله به تفصیل اینها رو در کتابای نحوی خواهید خوند. اما در غیر ثلاثی مجرد که بر وزن اسم فاعله اون دیگه اختلافی نیست با اسم فاعل، صرف میشه همین شش صیغه‌ای که در اسم فاعل گفتیم. مثلا معتدل که بر وزن اسم فاعله به معنای ثبوت قصد کنیم و اراده کنیم میشه صفت مشبه، صرفش مثل اسم فاعله معتدلون، معتدلانه، معتدلون، معتدلتون، معتدلتانه، معتدلاتون. اینو دوستان دقت بفرمایید. پس اون زنبندی اگه داشته باشیم اینجوری میگیم صفت مشبه هم شش صیغه داره، شش صیغه داره مثل صیغه اسم فاعل، منتها بعضی از موارد فرق میکنه. مثلا صفت مشبه بر وزن افعل باشه اون شش صیغه داره، منتها کیفیت شش صیغهش فرق میکنه. فقط صیغه یک و دو مثل اونا میشه، اما صیغه سه احمرون مثلا نمیشه، همر میشه. صیغه چهار با تا نمیاد، همرا میاد. صیغه پنج و شش هم همراوان و همراوات میاد که انشاءالله اینها رو در کتابای نحوی به صورت مبسوط خواهید خوند. در مورد ضمایری که میتونه مستتر باشه همین حرفه که در اسم فاعل گفتیم، همین ها در اینجا هم جاریه. مثلا احمر میتونه هوه باشه، میتونه انته باشه، میتونه انه باشه. احمران هم همینطور میتونه هما باشه، میتونه انتما باشه، میتونه نحنو باشه. همر میتونه هم باشه، میتونه انتم باشه، میتونه نحنو باشه. همرا میتونه هیه باشه، میتونه انته باشه و میتونه انهی که مؤنث میگه باشه و الاخر که ضمیرها فرقی نمی کنن. این رو دوستان دقت بفرمایید. حتی در ساختن صیغه هم فرق نمی کنه، یعنی ما صیغه اول رو از فعل، دوم رو از صیغه اول، سوم اگه ضم مکسر باشه باز از صیغه اول با توجه به صیغه اول، ضم مؤنث هم ضم مذکر سالم هم باشه چه قطعا از صیغه اول، صیغه چهار رو هم از صیغه اول، بقیه صیغه رو از صیغه چهار میگیریم، هیچ فرقی نداره، فقط کیفیت صیغه‌اش در بعضی جاها فرق میکنه. دوستان دقت بفرمایید، بعضی وقتها ما همین اسم فاعل، وزن اسم فاعل در ثلاثی مجرد که گفتیم فاعله و اسم مفعول که در ثلاثی مجرد گفتیم مفعوله، همین فاعل و همین مفعوله در ثلاثی مجرد اگه به معنای ثبوت باشه یعنی دلالت کنه بر یه چیز ثابت، مثلا میگیم فلانی طاهر القلب، قلبش پاکه، این طاهر به معنای حدوث نیست که الان پاک میشه در آینده پاک خواهد شد، این یه معنای ثبوتی داره دیگه، به اینها اسم فاعل نمیگن، همین معنای صفت مشبهه رو میگن، چون که معنای صفت مشبهه رو میرسونن. پس هر چیزی که حتی وزن اسم فاعل اسم مفعول باشه به معنای ثبوت باشه، این در معنا در واقع صفت مشبه است. این یک نکته. نکته بعدی و نکته پایانی که بعضی وقتها یه صفتهایی دیده میشه که به ظاهر از متعدی ساخته شده، ما یادتون باشه گفتیم که صفت مشبه از فعل لازم گرفته شده، بعضی از صیغه ها که به ظاهر آدم احساس میکنه صفت مشبه است از فعل متعدی ساخته شده، مثل رحیم از رحمه چه متعدیه، علیم از علمه چه متعدیه، در اینها سه تا نظر وجود داره که انشاءالله ما خدمتتون در جلسه بعد اجمالاً اشاره خواهیم کرد. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.